خب داماد ساعت چند میاد؟ آی نه، ما خودمون میریم، تو محضر همدیگر رو میبینیم. آه، مگه رسم نیست که دنبال عروس میرن؟ لباس بچه ها آماده است؟ داداش باید حرکت کنیم، این موقع خیابونا شلوغ نیست، زود میرسیم. ها را میافتیم. فولیا، فولیا زود باش دیگه عزیزم. آی عشقم، چرا انقدر سر صدا میکنی؟ هنوز 2 ساعت مونده. 2 ساعت مونده؟ آره. چند دقیقه قبل نگفت 2 ساعت مونده؟ خب درسته که 2 ساعت مونده، ولی ترافیک استانبول هم خیلی سنگینه، مگه نه؟ عزیزم تو برو در قفل کن، بیا بریم دیگه. بیا زود باشین، یادت نره در قفل کنی. باشه باشه، شما بدین من میام. سویچ پیش منه داداش. اوهو این دیگه کیه؟ الو سلام، کجایی؟ اوهو آقای مدیر، خوبی؟ خیر باشه؟ منم خوبم، نگران نباش، جام امنه. ببینم تو خونه همون آدمی؟ کنان یا کس دیگه ای رو دنبالت میفرستم، اونجا اصلا امن نیست، همین که فرصت پیدا بکنه جاتو لو میده، خودت میدونی اولین بارش نیست. باشه تو اینقدر نگران نباش، جام امنه، همه چی خوبه. تو فرنون گذاشتم، الان قطع میکنم، میسوزه. خدای من، احمق احمق. ای بابا این چه آدمیه؟ یه سلام دادیم الان شد پسر خاله. راهی که تو داری میری من خیلی وقت ازش رد شدم. من یه الگوی خیلی بدی از مردم که باعث آبروریزیه، وابسته میشن. وقتی وابسته میشی چرا عروسی نکردی؟ وقتی بچه بودم مامان و بابامو از دست دادم. آی خود رحمتشون کنه. ممنونم. خب چه میدونم، شایدم از زندگی مشترک میترسیدن، یا اینکه بچه ها دوچار همین مشکلاتی که شدیم نشن. در ضمن خودت میدونی شغلم چیه، میشه گفت ترسای الکی دوران بچگیه. مامان الان وقتشه.
داداش حواست کجاست؟ محضر این طرفه ها. داداش؟ داداش با تو بودم. ولکن داداش. داداش سینان کجا میریم؟ ببین اگه الان نریم دیگه نمیتونی آبجی زینبو ببینی. تو رو خدا قربونت برم این کارو نکن. داداش چی کار میکنی؟ دور بزن، باید این طرف بریم. داداش امره صبر کن. میدونی برعکس تو من از چیزی نمیترسم. بچه‌مو از دست دادم، کارمو از دست دادم، ببین الان شوهرم هم از دست دادم. چی شد؟ ببین دارم نفس میکشم. به نظرم یه دختر خوب و خوشگل پیدا کن، باهاش عروسی کن. اگه چیزی هم نداری حداقل زندگی که میکنی. آره، اما اونطور عادی زندگی کردن با عشق فرسنگ ها فرق داره. یعنی مطمئنم تو هم مثل من فکر میکنی. اوه کمیسر، فکر میکنم آدمای مثل تو فقط تو فیلم ها. من کجا بشینم؟ تو بیا جمال بشین، منم تو بغلت میشینم. تو با تاکسی بیا، با تاکسی. بیا داداش، میتونی جای من بشین؟ اینجا جا میشین؟ نشین، لباسم چروک میشه. برو واسه خودت یه تاکسی بگیر. اومدم ببرمت. گرجان سری برو یه تاکسی بگیر. بذار اول اینا عروسی کنن. قسم میخورم با پول ماموریت یه جای میرم که هیچ کس ندونه. یالا داداش زنگ بزن. تاکسی خواستم الان میاد. بیا عشقم. شما زینب گوگمن همه ی عمرتون سینان دیمی رو به عنوان همسرتون قبول میکنین؟ بله. شما سینان دمیر بدون اینکه تحت فشار و تأثیر کسی باشین با آزادی کامل با انتخاب خودتون تو روزای خوب و بد تو مرضی و سلامتی همه ی عمر زینب گوگمن رو به عنوان همسرتون قبول میکنین؟ بله. آره. چ
شما شاهدای محترم به این عروسی شهادت میدی؟ آره شهادت میدم. منم با اختیاراتی که شهر داری به من داده شما رو زن و شوهر اعلان میکنم. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. آفرین. چی کار میکنی؟ حالا صبر کن، دردایی که بهم دادی رو تلافی میکنم. باشه باشه. ببینم سقفش بسته میشه مگه نه؟ آره؟ چون امروز قراره بارون بیاد. بسته میشه عشقم، البته که بسته میشه. ببین اون دکمه رو فشار بده. یه بار دیگه هم فشارش بده. ها فکر کنم اون دکمه نیست. باشه شاید یه دکمه دیگه باشه. بهش فکر نکن عزیزم، در ضمن قبل از اینکه بارون بیاد میرسیم. نه البته خیلی زود میرسیم عزیزم، حواست به نقشه باشه، چون فکر کنم باید از یه جایی دور بزنیم. عزیزم این آنتن نمیده. عزیزم بیا یه کاری بکنیم، فکر کنم الان میدونیم رابطه‌مون چیه. اینجور حرف زدن رو ول کنیم دیگه. باشه بهتره مثل سابق با هم حرف بزنیم، هرچند من اول شروع کردم. اما نما تو هم ادامه دادی یا اینکه باشه بابا راهش رو پیدا میکنیم، تو نگران نباش. اوه خسته شدیم اما ارزشش رو داشت ها؟ والا برای منم یه تجربه شد. این فکر کنم دخترم واسه غذا هم دلش تنگ شده. آره حتما. یالا دیگه برو تو عزیزم. باشه روز بخیر آرزو خانم. دست درد نکنه، روز بخیر. تو هنوز هم اینجایی؟ یالا زود باش برو بیرون. اه لعنتی تو هم برو تو اتاق. زود باش. سلام احمد. زود باش الان موقع حرف زدن نیست یالا. باشه آروم باش. آروم باش. باش بابا احمد. عجله کن آرزو. احمد بچه ها میان. آره الان وقتش نیست آرزو، فهمیدی؟ تو رو خدا خیلی خسته شدم، تو رو خدا لطفا. اومدم خوش اومدین، صف آوردین، بیاین زود بشین، بیاین تو. بابا این بچه ها خیلی گشنشون شده، کم مونده منو تو را بخورن. ابجی بینور؟ بینور نیست پسرم، رفته بیرون. ولی داخل براتون یه سورپرایز فوق‌العاده دارم بچه ها. هونا عقد جالبی بود، فکر میکردم عمو سینا نبگه. چی گفتی؟ عقد کی؟ بابا مامانم با عمو سینا ازدواج کرد. پسرم چرا به من چیزی نگفتی؟ واقعا منتظر که نبودی برای عروسی دعوتت کنن مگه نه؟ راستش یه هایی این اتفاق افتاد، همینطوری با هم دیگه ازدواج کردن، همین.
خیلی خوب، بیا تو. باشه. برو بسرم. مثل نونایی که مامان آرزوم درست میکرد. این کیکام همینطوری هن. نکنه مامان آرزوم اینجا بوده؟ اینجام دخترم، من اینجام، همینجام. ببینم آرزو به خاطر چی بیاد اینجا؟ تو که میدونی اون تو بیمارستانه. آه نکنه اون فقط بلد غذا بپزه. مگه گرسنه‌ت نبود؟ بخور عزیز داداش، بهتره شروع کنی. تو که عاشق این غذا بودی نه؟ پس بابا میتونی از اون نونا به هم بدی؟ خیلی دوست دارم، انگوری و فندقی. الیف جون، تو قبل از تیکه تیکه کردنش چطوری فهمیدی داخلش چیه؟ اینها دیدی؟ والا آبجی بینور رو این دفعه خیلی زحمت کشیده. آه آرزو، بعدم به حسابت میرسم. ببین سوده، 100% این کلوچه ها زنجبیلی هن، اون کلوچه هم انگوریه. الیف جون، تو بدون این که بخوری چطوری فهمیدی توش چیه؟ الیف عزیز داداش، واقعا که تو بدون این که اونا رو خورد کنی چطوری فهمیدی داخلش چیه؟ ها؟ مامان آرزم هر هفته از اینا واسم درست میکرد. حتما اتفاقیه دخترم، اینا چیزاییه که آبجی بینور همیشه براتون آماده میکنه. والا بابا جون باید ببخشی، اما من اصلا ندیدم آبجی بینور از این کلوچه ها اونا درست کنه. در ضمن کلوچه هاش هم همیشه خشک بودن. پسرم احمد اونو کلاس فرستاده، کلاس آشپزی. آه آرزو، اشتباه از تو نیست، اشتباه از منه، از کسی که بهت اعتماد کرده. آره همین جاست، همین جاست. آره همین جاست. بفرمایید، رسیدی. خیلی خوشگلی. فکر کنم خیلی خوشت اومده. آی فوق‌العاده است. آره. یالا دیگه. بریم تو عزیزم، چطوره؟ عالیه. پس خوشت اومده. خیلی. خب بریم تو. ببینم از داخلش هم خوشت میاد یا نه. سینان؟ نه اینجا. ولی این خونه خیلی قشنگه. اما تو خوشگل‌تری. ببین این شومینه باید روشن باشه، یعنی الان باید اینجا سفره پهن بود. اینجوری بهم قول داده بودی. تو یخچال غذا هست؟ اگه تو یخچال غذا هم نباشه به این معناست که من قاتل ماهی عسلم. باشه بذار یه بار ببینم. آره هست، ببین. ای بابا. ما الان با هم ازدواج کردیم. آره عروسی کردن باهات خیلی لذت بخشه. اگه میدونستم خیلی وقت پیش این کارو میکردم. بهت که گفتم. دیدنتون خیلی خوشحال شدم. آلپ همینجوری هم خیلی هیجان زده است. ولی فکر میکنم شما خیلی اینجا نمیای. اگه دعوت نمیشدیم نمیومدیم. ما عموما بیرون همدیگر رو میدیدیم و یه چیزی میخوردیم. خیلی وقت تو خونه نخوردیم. سفره آماده است، چند دقیقه دیگه میریم. آلپ هم فکر کنم کار داشتی. نه عشقم، صحرا رو حاضر میکردم. خیلی خوب.
مامان جون، بابا جون، حاضرین تا با نوتون آشنا بشین؟ یعنی چیزایی که شنیده بودم راسته؟ این لحظه رو همیشه به خاطر میسپاریم. چی شنیدی بابا جون؟ فکر کنم خانم محترم با یکی دیگه عروسی کرده بوده. آره آره، ولی اون مال گذشته است. راستش دیگه با هم زندگی نمی کنن. شما وقتی زن یکی دیگه بودین از پسرم باردار شدین؟ اون وضعیت در اصل با حرف دارم، میشه بیای؟ صبر کن عشقم، آخر دنیا که نیست. ما عاشق هم دیگه ایم، بقیهش دیگه بیمعنیه. ببین پسرم، مجازه نمیدم تو این خونه منو بی آبرو کنی. من تمام عمرم با آبرو و عزت زندگی کردم، حتی یه بارم در مورد خونوادم حرفی زده نشده. بعد از اینم نمیشه. اوف بابا، دیگه این حرفا رو ول کن. مگه چی شده؟ داره قیامت میشه؟ من پسرتم، هر کسی هر چی بخواد بگه، ولی تو بازم باید ازم حمایت کنی. ببین آلب، تو خونواده ما این که تو از یه خانم متأهل بچه دار بشی اصلا قابل قبول نیست. راستش تو پاریس نیستیم. در ضمن بابا تو همه میشناسن. خودت میدونی که ما رابطه اجتماعی خیلی زیادی داریم. نه، ما نمیتونیم اینو تحمل کنیم. خب چی کار کنم؟ به خاطر اینکه اعتبارتون خراب نشه از خانمی که دوستش دارم دست بکشم؟ بچه‌مو فراموش کنم؟ ضمناً ما که در مورد عروسی کردن حرف نمیزنیم. این لحظه فراموش نشدنی رو همه باید ببینم. خونواده هاکان اوغلو با جوانترین عضوش آشنا شد. سریع اون عکسو پاک کن. آلب، تو داری چی کار میکنی؟ جولی، دخترمو بری، کافیه دیگه، جمع کن بری. چه خبره؟ چرا همه سر من داد میزنن؟ اصلا من سرتون داد زدم؟ ها بابا، وقتی شما در حقم کارای بدی انجام میدادین من عکس العملی نشون دادم؟ و تو مامان، وقتی که کثافت کاریای پدرم رو نادیده میگرفتی، وقتی از من محافظت نمی کردین، من بهتون ظلم کردم؟ نه، شما الان به خاطر یه بچه کوچولو قیامت برپا کردین. خدا لعنتت کنه، مدیر عمومی روزنامه به ام زنگ زده، الان بهش چی بگم؟ داره به منم زنگ میزنه. آه آلب، آه آلب، تو چی کار کردی؟ چی کار کردی ها؟ آخه چطور ممکنه انقدر زود؟ مجازات کردنتون انقدر آسون بوده؟ چقدر بی مغزم، چرا قبلا به فکرم نرسید؟ آشقانه، نمک نشناس. کافیه، کافیه، زود از این خونه بریم. شما هیچ حقی به گردن آلب نداری. بیا بریم. غذا بخوریم؟ من خیلی گشنمی. حتما. خیلی خوب، پاشین دیگه دخترا، برین مسواک بزنین، بعد مستقیم برین بخوابین. هنوز خیلی زوده. عایشه خانم ساعت چند شما رو میخوابون؟ 8:30. فکر نمیکنی میگفتی 12 خیلی بهتر بود؟ اوف، اشتباهی گفتم. آه دخترا، خیلی دیر شده، ساعت داره 10 میشه. یالا زود باشین بریم بخوابین. یالا بودو 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 بودو، زود باشین بودوین. بریم. آه.
بابا خوبی؟ آره پسرم خوبه. مامان چطوره؟ خوبه؟ فراموش کن بابا، باید به زندگی خودت برسی، اونم به زندگی خودش. آره حالش خیلی خوبه، داداش سینان آدم خیلی خوبیه. میدونم اشتباه کردم که بده اعتماد کردم. آهی بابا مگه چی شده؟ من چی کار کردم؟ نمیدونم درباره چی حرف میزنی. چرا با سیگنال یلکی میخوای زن بچه رو مشغول کنی؟ تو چی داری میگی؟ منظور چیه؟ روکو پوسکنده حرفتو بزن. غذایی که آماده کردی، کلوچه‌های زنجبیلی. به نون و کلوچه ها چه ربطی داره؟ همین جوری که از مامانم یاد گرفتم واسه دخترم هم پختم. یه دقیقه، الیف دختر تو نیست، فهمیدی؟ اینو تو کلت فرو کن. دفعه دیگه اگه از این کارو بکنی من میدونم و تو. اون وقت دیگه جاد اینجا نیست، دیگه تکرار نمی کنم. یکم صبر کن آرزو، فقط چند روز. باشه بابا باشه. یالا امشب رو پیش من بمون. نمیتونم، بچه ها تنها. یالا انا برو غذا تو بخور. جانسو رو از طرف من ببوسش. اسمش الیفه، فهمیدی؟ الیف. واقعا جالب نیست که ما داریم به همدیگه قول میدیم؟ آره هرچند ما قبلنم از این قولو به هم میدادیم، اما این بار با یه حس دیگه داریم به هم قول میدیم. آره این بار همسرتم. انشالله همه چی خوب بشه و هر دوتامون پابند این قول باشیم، فهمیدی؟ آره درست میگی، من همه رو قبول کردم. ببین چه موقعیم رد و برق شد. ولی فردا صبح هوا خیلی قشنگ میشه. گربه باغچه مدرسه‌مون خیلی لوس و پشمالوه. آره حتی امروز بغلم اومد و نازش کردم. ببینم تکلیفتون رو انجام دادین؟ همه رو تو مدرسه نوشتیم. خوبه. بابا جون مامان آرزوم از بیمارستان مرخص شده یا نه؟ مرخص نشده. تو چرا این سوالا میپرسی عزیزم؟ اگه مرخص میشد به هم خبر میدادی؟ البته دخترم. ببینم مگه من تا حالا چیزی رو ازت قایم کردم؟ نمیدونم. خب حالا بیخیال، شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. ببینم مسواک زدی؟ آره آره. Thank you.
خوابم نبرد. من همینجا یه گوشه کنارو میخوابم، ولی الان من و تو باید زیر یه سقف باشیم منور. خب داداشتم که نیست، شاید الان خیلی تنها باشی. تو فکر منو میخونی قدیر جون؟ عزیزمی، چایی داری؟ معلومه که دارم، بیا الان برات میارم. پس بر. بیا تو، بیا دیگه درم ببند. بیا بشین، الان میارم. میخوای بهت کمک کنم؟ ها نه نه، تو اونجا بشین. آی ببین چقدر قشنگه، نه؟ نه واقعا خیلی قشنگه. یه خونه بخریم آخره یه هفته بیایم اینجا. نه بابا، خونه چیه؟ بریم خونه بخریم معلوم نیست یه سال میتونیم بیایم یا نه، بعدش همینطوری هر وقت دلمون خواست میایم دیگه. آره تو واقعا تو خیال بافی تکی. یعنی چیه نشخم؟ یعنی دوست داری خیلی از این حرفا بزنی که به نظرم هیچ مشکلی نیست گفته باشم. ها یعنی میگه دروغ بگم؟ باشه دروغ اکی میتونم بهت بگم. واقعا آدم خیلی عجیبی هستی. یه دقیقه، آخه من چه نیازی به خیال بافی دارم زینب جون؟ همینطوریشم با خوشگلترین خانم دنیا، تو خوشگلترین جای دنیا. ببین این همه درخت، بهتر از خیال بافی دارم زندگی میکنم، نیازی به خیال بافی ندارم دیگه. اصلا میفهمی چی دارم میگم؟ آی میدونی خیلی خسته شدم. ببین تو، یه نیم ساعتی به خیال بافیت ادامه بده، تا اون موقع به اون تپه میرسیم، منظره اونجا خیلی خوشگله عزیزم. در کل تو اون منظره رو خیال بافی کن. خسته شدم، خسته شدم. تو چقدر نازک نارنجی هستی. خسته شدم دیگه. دستم تو چقدر حرف میزنی. بیا اینجا. نه. بیا بغلت کنم عزیزم. آفرین عزیزم. بیا بغلت. کمک. ببین ببین. کمک. نه داد نزن، ببین شکارچی ها مردم صدا تا میشنم هم فکر میکنن دوزیدم تا. بابا میفتن. آفرین. همینطوری آروم باش. باشه الان میرسیم دیگه، چیزی نمونده. آروم باش. بابا این غذا خیلی خوشمزن، میشه به خاله بینور بگی بازم درست کنه؟ خیلی خب بچه، همه چیز آماده است؟ آماده است. این کلوچه رو هم بذارین تو کیفتون، وقتی گرسنه شدیم بخوری. اینها داداش گرجانم اومد، روز خوبی داشته باشین.
جان، پسرم کلید خونه رو بگیر، باشه؟ شاید شب دیر بیام. چرا مگه خاله بینور نیست؟ ها، حالا پیشت باشه. باشه، پس من کلید رو میگیرم. دخترا، بوس یادتون رفت. بیا عزیزم. بیا عزیزم. اوه، بریم به سلامت. خدافظ. 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 بالاخره تنها شدیم. آره، ولی من باید زود برم. یکم دیرتر برو ها. اصلا میشه امروز نری؟ بس دیگه، مزخرف نگو، باید هرچه زودتر برم. من خسته میشم، خیلی حوصله‌ام سر میره. خدافظ. شعله، یالا بیا اینجا، امروز من و تو یکم کار داریم. آلپ، بیدار شدی؟ این آدم خور رفتی؟ هرچند بعد از دیشب معلومه که خوابش نبردی. عزیزم، تو هنوز گشنت نیست؟ سارا، آلپ، آلپ، سارا رو تو گرفتی؟ تو اینجا چی کار داری؟ بچه رو بیدار میکنی؟ ماشالله تو هم چقدر خوابت سنگینه. بچه از گشنگی مرد. حالا بی خیال من سیرش کردم، الان آروم خوابیده. خیلی بچت خوشگله. جولی کجاست؟ باهاش چی کار کردی؟ جولی؟ ها، همون فرانسوی؟ تو همون زندونیش کردم، اما نمیدونم چرا ازم میترسه. بچه‌مو بده. آرومتر. چی میخوای؟ والا ملتم، شرمندتم. راستش میخواستم یه سکه واسه بچت بگیرم، اما بعدن متوجه شدم که آی من اصلا پول ندارم. فکر کن گرفتی آرزو جون. خیلی ممنون. مگه اینجوری میشه عزیزم؟ بدون هدیه؟ مثل اینکه من بچه‌تو به دنیا آوردم. ببین، من میگم تو از آلپ یکم پول بگیر و بدش به من. ها، چرت و پرت نگو. آلپ چرا به هم پول بده؟ چون اون عاشق توه، اونم از روز اول. نه، اصلا اینطوری نیست. رابطه‌مون علکی، اینطوری با هم تفاهم کردیم. علکی؟ جالب نیست. آلپ همینجوری هم آدم جالبیه. نکنه حساب کتاب باهات داره. خب بیخیال این حرفا رو ول کن، بهتره بریم سر اصل موضوع. ملتم، من 1,000,000 میخوام. پیدا کردنش با خودته. از آلپ بگیر و به من بده. نمیتونه. تو میتونی؟ تو میتونی؟ اینم میدونی، هر جایی بری پیدات میکنم. مگه نه؟ خودت میدونی؟ من دیگه باید برم. راستی اون فرانسوی رو از همون بیارش بیرون. الو آقا بهری؟ ببخشید مزاحمتون شدم زینب خانم، ولی درباره کارای سوده میخواستم بهتون بگم. نه استغفرالله، چی شده؟ دادگاه مدارکی رو که سلینا خانم بهشون ارائه داده بود قبول کردن. به زودی میرین دادگاه.
نمیخواستم عجله کنم، ولی اگه میشه یه روز همدیگر رو ببینیم و در مورد شرف بزنیم. باشه آقا بهری، من میام پیشتون. باشه. چی شده عزیزم؟ خبری شده؟ راستش آقا بهری به خاطر اون درخواست زنگ زده بود. هفته ای آینده دادگاه داریم، میگه قبلش باید با هم حرف بزنیم. زود بر میگردم. یه روز دیگه میمونیم، یه روز دیگه بدون مشکلات بگذرونیم، بعدش میریم.